بله کردیه خانم. درود بر شما آقای قائم مقامی و درود بر تمام مبارزین سراسر ایران. از گرفتگی صدام پوزش میخوام. همونطور که در روز عاشورا در گزارش ها شنیدین، من فریاد خشمم رو به سر اینها فرود آوردم و به خاطر همین صدام مصدوم شده، که هیچ اشکالی نداره، جانم فدای ایران باشه، صدا که ارزشی نداره. آقای دکتر که به آقای قائم مقام میگفتین که به خشونت به تبلیغ خشونت ادامه ندن، آقای دکتر شما اینجا نیستین و نمیدونین که به سر ما چی اومد اون روز. شما نمیدونین وقتی جلوی چشم من سه تا جوون رو با پاترول زدن پرت کردن، من چه حالی بودم اون لحظه. اون لحظه که آقای قائم مقامی داشت صدای منو پخش میکرد از رادیو و من فریاد زدم آقای قائم مقامی، زدن با پاترول، زدن سه تا جوون رو کشتن جلوی چشم ما، بدن اینها سرد شد. آقای دکتری که در آلمان هستید، شما کجایین؟ شما کجایین که ببینین میزنن؟ شما کجایین که ببینین انگشتای یه بچه رو همچین با چاقو زدن که پرت شد توی جوب انگشتاش و دستش غرق به خون شد جلوی چشم من؟ شما انتظار دارید من اون لحظه وایسم نگاه کنم یا بذارم فرار کنم؟ من از اون کسایی بودم که بله صدای من داره در مسنجر بیلوکس پخش میشه، در روم های مسنجر بیلوکس، و دوستان دارن تاییدیه میخوان از من که این صدای من هستش. بله یارانه، در بیلوکس این صدای کردی بانو هست که داره در پرشن رادیو پخش میشه و در روزهای آینده در پرشن رادیو پخش خواهد شد تا این رژیم منحوس و ضد ایرانی شرش رو بکنه از سر ما. صدای من قطع نخواهد شد دیگه. و آقای دکتری که در آلمان نشستی، به ما نصیحت نکن، به کار پزشکی ادامه بده، پولت رو در بیار، به زن و بچت برس، چون ما داریم در خون شنا میکنیم، ما داریم انگشتای پریده شده یک بچه رو توی جوب آب میبینیم، ما داریم سه تا جوان رو میبینیم که جلوی چشم ما زیر پاترول سیاه بدنشون یخ زد، مثل کیسه سیمان از روی اینا رد شد پاترول. شما چی دارید میگید؟ دارید با چی حرف میزنید؟ مگه اینجا هلنده؟ مگه اینجا آلمانه؟ مگه اینجا لس آنجلسه؟ اینجا تهرانه؟ اینجا شهر خونه؟ امروز در دانشگاه علم و صنعت ریختن با اتوبوس و مینوبوس ریختن داخل دانشگاه، قل و قم کردن بچه ها رو، با آجر و با سنگ سر بچه ها رو شکافتن. این حرامزاده های نجس بسیجی، با کی دارید حرف میزنید شما؟ امروز بچه های بسیجی رو قلقا، بچه های دانشگاهی رو قلقم کردن در دانشگاه علم و صنعت. امروز جنازه هاشون هم کشیدن بردن بیرون. عاشورا امروز بود. مظلومان ما امروز در دانشگاه علم و صنعت بودن. حسین های شهید امروز در دانشگاه علم و صنعت بودن. ما دیگه نمیشینیم تماشا کنیم کتک بخوریم. ما دیگه نمیشینیم تو سرمون بزنن. ما دیگه نمیشینیم سهراب رو ببرن زیر خاک بکنن، ندا سلطان رو زیر خاک بکنن و ما بشینیم آب پوشتمون رو بپزیم، قرم سبزیمون رو بپزیم و به بچه هامون بگیم بشین تو خونه بیرون نرو. نه، ما دیگه میریم اول صف، ما میریم اول صف کتک میخوریم و کتک میزنیم. آقای دکتر ما دیگه کتک میزنیم از این به بعد. من از کسانی بودم که روز عاشورا جلوی صف میگفتم حمله کنید، فرار نکنید. برای چی دارید فرار میکنید؟ از چی دارید فرار میکنید؟ من از کسایی بودم که موتور یگان بیچاره زیر لگد دل کردم و کتک خوردم و افتخار میکنم به تمام چوبیای بدنم، افتخار میکنم به تمام دست و پام که سیاه هستش، افتخار میکنم به گلوی دریده شدم، چون فریاد آزادی ازش اومد بیرون. به ما نگید بشینید، ما نمیشینیم. به ما نگید سکوت کنید، ما سکوت نمیکنیم. به ما نگید کتک نزنید، ما میزنیم، ما آتش میزنیم، ما پاره میکنیم، ما به همه چیز این رژیم حمله میکنیم. از این به بعد به همه چیزش حمله میکنیم. دیگه فقط مرگ بر خامنه ای نیست، دیگه به این راحتی ها دیگه نیست. این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست. آقای دکتر، آقای مهندس، جناب میلیونر، جنابی که هزار تا خدمتکار داری توی اروپا و تو امریکا و یک قرون به پرشن رادیو کمک نمی کنی، آقایون خوشنشین اروپا و امریکا، شما هایی که شرابتون شراب 10-15 ساله فرانسه هست سر میز شامتون و به پرشن رادیو یک قرون کمک نمی کنی. ما هستیم، ما پای پرشن رادیو ایستادیم، ما دیگه صدامون خفه نمی کنیم. ما از این به بعد فریاد بر سر رژیم فرود خواهیم آورد و سپاسگزاریم از سید قائم مقامی،
سپاسگزاریم از این دلاور رشید که در کنار ما هرگز ما رو یک لحظه در صحنه تنها نگذاشته. دیدار بعدی ما در خیابان‌های تهران، دیدار بعدی ما، ما منتظر هستیم جنبش سبز تصمیمش رو بگیره دیدار بعدی چه خواهد بود. دیدار بعدی ما در خیابان‌های تهران با مشت‌های گره کرده و با خشم فراوان ایرانی، با خشم رستم بزرگ بابک خرم‌دین. من دیروز از صبح با گروه هم در بهشت زهرا بودم، روبروی قصال خانه، با اینکه 3 شب بود نخوابیده بودم، ولی صبح زود حرکت کردم، روم خودم رو در بیلکس مسنجر به دست یارانم سپردم، به دست شاهی پرژین سپردم و سپاسگزارم از یارانم در بیلکس مسنجر که روم رو تمام روز چرخوندن و اخبار روز رو پخش کردن در روم. ما در بهشت زهرا روبروی قصال خانه 2 قسمت شدیم، یکیمون در قطعه 257، یک قسمتمون در قصال خانه منتظر بودیم جنازه آقای موسوی رو بیارن. من اگر میگم موسوی به خاطر اینکه خواهرزاده آقای موسوی هست، ما منتظر بودیم جنازه ایشون رو بیارن که با احترام و با عشق به خاک بسپاریم جنازش رو، ولی نیاوردن. تا ساعت 1 بعد از ظهر ما اجتماع داشتیم و همه میدیدن بچهای جنبش سبز اطراف قصال خونه، اطراف مردشور خونه و در قطعه 257 دارن قلقل میزنن، دارن تکه تکه میکنن خودشون رو که این خاک سپاری رو انجام بدن، ولی جنازه نیومد. میدونید چرا؟ آقای قائم مقامی شما خردمندین، شما بهتر از من میدونید چرا، ولی همه ایران میدونه چرا. چون نمیخواستن عاشورا ادامه داشته باشه یک روز بعدش، نمیخواستن تظاهرات عاشورا روز بعد در بهشت زهرا ادامه پیدا کنه، نمیخواستن خون و خون ریزی عاشورا بکشن به روز بعدش، چون مطمئن بودن اگر خون ریزی در بهشت زهرا ادامه داشته باشه فردا سرنگون خواهند شد. روزی که روز خاک سپاری آقای موسوی بود روز سرنگونی اینها میشد اگر این خونریزی در بهشت زهرا اسمش پیدا میکرد. ولی ما بودیم، ما ایستادیم، ما رفتیم، ما با تمام کبودی های بدنمون، در با تمام شکستگی هامون، با تمام پاره شدگی های پوستمون، با تمام سوختگی چشممون که از این گازهای اشک‌آور و گاز فلفل، با این تابلایی که تو صورتمون بود، رفتیم جلوی قصالخانه ایستادیم و لباس رزم به تن کردیم، ماسک‌ها رو بردیم، سرکه بردیم برای اینکه جلوی گاز اشک‌آور رو بگیره. ما رفتیم با دست خالی در بهشت زهرا تا اینکه پای قیاممون بیستیم و از ناموس این جنبش دفاع کنیم. ولی این دون صفتان، این بی‌همتان، این انا ایرانیان، این دشمنان ایران زمین، این دشمنان زن ایران، این دشمنان کردی بانوها، این دشمنان بابک خرم‌دین، این دشمنان فردوسی بزرگ شهامت نکردن که بیان و با ما روبرو بشن. اینها جیگر نداشتن که بیان و رو در روی ما بایستن و به زبون بچه تهرونی ها داداش کم آوردن، کم آوردن، ولی ما کم نمیاریم. به ما نگید خشونت نکنید، اینجا نیستین، برای ما تسلیم نگیرید، ما چه کنیم؟ شما در بین ما نیستید، شرابتون رو بخورید، با شامتون شرابهای گرونتون رو بخورید. به ما نگید ما چه کنیم، ما خودمون میدونیم چه کنیم. سعید قائم مقامی هرگز به ما نگفته چه کنید، هرگز. همواره در خدمت بوده، همواره همراه بوده و در کنار بوده، ولی هرگز به ما نگفته چه بکنید. ممنونم دخترم، سپاسگزار شما هستم، تشکر میکنم. بدرود تا سخنی دیگر.